سلام و روز بخیر، انشاءالله که جور صحتمند باشین. وطنداره عزیز، امروز خواستم که قابلی ازبکی تر بسازم و انشاءالله که مورد پسند شما هم بیایه و مواد لازم را بیننده باشین. خب مواد لازم به مقدار ضرورت و تعداد فامیل دیده ما برنج قبلا شستیم و تر کدم ماندیم و گوشت گوسفند به مقدار ضرورت روغن، زردک، کشمش، پیاز، زیره زنده هست، هل است و نمک. و حالی پیاز را اول برش میکنیم. پیاز ما هم توته شد و به مقدار ضرورت که در برنج ما نیاز داریم روغن در دیگه بخار علاوه میکنیم و پیازهای میدکی ما را هم علاوه میکنیم و این پیازها را خب بریان میکنیم، گلابی میکنیم که سرخ شود، چون چقدر سرخ شود همونقدر راحت و زودتر حل میشه. و گوشت ما را هم علاوه میکنیم و اینا را با همی پیاز مخلوط کرده و اینا را میگذاریم خب سرخ شود، چون هر چقدر سرخ شوه همونقدر قابلی ما خوشمزه تر و خوش رنگ میایه. خب ببینین که گوشت ما یک ذره سرخ شده و حالی نمک به اندازه ای که به برنج ما نیاز داریم علاوه میکنیم و دوباره ای را خوب سرخ میکنیم که تا سر روغن بیایه گوشت ما. خب دوست عزیز، گوشت کاملا سرخ شده و ببینیم هم پیازش حل شده و هم گوشت ما سرخ شده، سر روغن آمده. خب به مقدار ضرورت ما همانقدر آب که به برنج ما نیاز داریم را داخل از این گوشت علاوه ساخته و ای را حدودن 15 الی 20 یا 25 دقیقه میگذاریم در بخار تا نرم شود. دوستای عزیز، کاملا گوشت ما نرم شده و بخار شکته و حالی کشیدیم و ببینیم که قدر خوب نرم شده، نیم قدر شاریده و نیم قدر که بگویم مغز مانده. بیخی کاملا تیار است و حالی میریم دنبال برنج. خب در قدم اول زردک ها را نازک نازک برش میکنیم و اینا را مثل خلال زردک تیار میکنیم. خب دوستا، طوری که مشاهده کردیم زردگان ما کاملا خلال شد و حالی به اندازه بسیار کم روغن ضرورت داریم دوباره و داخل دیگ نرمال اضافه میکنیم و بالای زیر روغن هم زردگان خلال شده ما را اضافه میکنیم و این را به حرارت بسیار ملایم میمانیم، هم سرخ شد و هم نرم شد. خب دوستا، زردک های خلال شده کاملا نرم شده و این را ببینید داخل زیره یک دایره تیار کردیم و داخل از دایره ما کشمش ها را علاوه میکنیم و از این مواد کشمش زردک ما بسیار کم به خاطر روی برنج ما را که به خاطر دکورش ما یک ذره
گوشه گذاشتیم، علایده و حساب ماندیم به خاطر روی برنج ما ضرورت میشه و حالی ببینیم که موادای ما تیار است و ما برنج ششتگی ما را علاوه ساختم در داخل زی موادها، بالای زی موادها و حالی بیره هم تو انبار میکنیم برای مواد و میتونین که شما از زیر کوبیده هم استفاده کنین، کده هلی کوبیده، ولی من خواستم که از نخواستم که هلی و زیر ما کوبیده باشه و طور امتون ثابت ناکوبیدگی ما روی از برنج ما علاوه میکنم و بعد از آن همی آب یخنی ما که قبلا جور کده بودیم مانده بودیم و ای آب یخنی ما خب حالی آب یخنی ما را به میاندازه که برنج ما ضرورت به آب داره را علاوه میکنیم و دیگر نمک لازم نیست چون که آب یخنی ما نمک به اندازه کافی داره و بس میکنه، کفایت است. و اگر آب یخنی تان کم بود میتونین که از آب جوش ساده هم استفاده کنین به اندازه ضرورت برنج تان و این را میگذاریم همچون به حرارت ملایم که همچون جوش خورده و آبش خوش شده. خب به وقتی که دوستای عزیز یک نقطه مهمی برای برنج، وقتی که میخواییم که بس قابلی کنیم یا دمپخت کنیم، کوشش کنیم که برنج ما یک ذره مغزش بانه زیادتر نرم نشود چون هم درشت میایه و هم خب دانه ای میایه. خب برنج ما کاملا آب خود خوش کده و ما گوشتای دریاز برنج میچینیم. گوشت را در یه برنج ما میچینیم و همین مواد زردک و کشمش که ما در مقدار ضرورت لازم داشتم و گوشت ماندم در روی یک زربرق میگذارم و پیچ کرد به گوشه همین برنج میگذاریم که حدودا 10 الی 15 دقیقه که به دم هست او هم کشمش و زردکش نرم میشه. خب دوستای عزیز کاملا 15 دقیقه پوره شد و حالی ما برنج از دم کشیدیم و ببینین که رنگ مقبولی رو به خود گرفته و گوشتا رو گوشه میگذارم و این هم همو مواد روی برنج ما هست، کشمش با زردک و ببینین چقدر مقبول آمده، قابلی ازبکی به حساب شولم نشده، بسیار دانه‌ای و زیبا. خب این رو به ظرفی که دوست دارین منتازیم، جای بجای میکنیم داخل یک ظرف و گوشت ها را هم لابلای برنج اضافه میکنیم و گوشت ها را با برنج پنهان میکنیم و روی زیر هم از کشمش و زردک میکنیم که دوباره بالای برنج ما اضافه کنیم.